موضوع دو، چه انتظاراتی می توانید پس از جلسه تشخیص پناهندگی خود داشته باشید؟ پس از فرستادن ایمیل، حکومت ایالات متحده یک رسید مبنا در این که درخواستی شما را دریافت نموده است، خواهد فرستاد. بر بنیاد برنامه حکومت ایالات متحده، آنها در خلال 45 روز پس از دریافت درخواستی شما مصاحبه خواهند داشت و در خلال 150 روز پس از دریافتی درخواست شما آنها در مورد این که به شما پناهندگی عطا گردد یا خیر تصمیم خواهند گرفت. این اوقات تقریبی بر مبنا زمانبندی است که حکومت فدرال در بیانیه های خود اظهار داشتند. ممکن است درخواست پناهندگی شما وقت‌تر یا ناوقت‌تر طی مراحل شود و این به تعداد درخواست هایی که به اداره پناهندگی شیکاگو دریافت کرده است بستگی دارد. بسیار مهم است تا همیشه با کارمند دوسیه خود در نهادی که در استای اسکان مجدد به شما کمک می کند در تماس باشید و آن شخص را از هر گونه تغییرات در معلومات تماستان مانند شماره تماس، ایمیل ادرس و یا ادرس پستی مطلب نمایید. تیم متخصصین حقوقی با کارمندهای دوسیه شما در نهادی که به شما در راستای اسکان مجدد کمک می کند در تماس بوده و معلومات مهم در ارتباط به قضیه پناهندگی شما را با آنها شریک می سازند. ما با آنها خواهیم گفت که چه وقت رسید تسلیمی درخواستی پناهندگی را دریافت نمودیم، چه وقت شما باید برای بایومتریک در صورتی که نیاز باشد باید حاضر شوید و این که چه وقت شما باید برای مصاحبه در دفتر پناهندگی شیکاگو حضور داشته باشید. مدت کار اسکان مجدد شما مرجع اصلی برای شریک سازی و دریافت تمامی معلومات مرتب و درخواست تحت کار پناهندگی شما است. لطفاً با متخصصین حقوقی تماس نگیرید. برای دانستن معلومات مهم در مورد این که با چه کسی تماس شوید و چه انتظاراتی می توانید پس از جلسه تشخیص پناهندگی داشته باشید، لطفاً جزوه پس از جلسه تشخیص پناهندگی خود را مرور. در جریان مدتی که در انتظار طی مراحل شدن درخواست پناهندگیتان از طرف حکومت هستید، شما می توانید در همکاری با یک کارمند پناهندگی برای مصاحبهتان آمادگی بگیرید. برای توصیه ها پیرامون نحو آماده شدن برای مصاحبهتان، پیشنهاد ما این است که ویدیو بعدی را تماشا کنید. تشکر از اینکه این ویدیو معلوماتی کوتاه را تماشا کردید. حالا که درخواست پناهندگی خود را تسلیم نموده اید، برای دانستن سایر معلومات مهم لطفاً به جزوه پس از جلسه تشخیص پناهندگی خود مراجعه نمایید.